نفی تمامیت حاکمیت ننگین آخوندی، مرزبندی ملی ایرانیان با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، پیام به ایرانیان آزاده در داخل و خارج کشور، مسعود رجوی، آذر 1377. هموطنان عزیز، ایرانیان آزاده در داخل و خارج کشور، پشتیبانان مقاومت و ارتش آزادی، انتشار بیانیه لی تحت عنوان دفاع از دموکراسی یا توجیه همکاری با رژیم یک قدم روشنگر ضروری در جهت تعمیق و پیشرفت مبارزه رهایی بخش در رویارویی تاریخی ملت ایران با استبداد خوناشام مذهبی است. با تقدیر و سپاس از همه دستندرکاران و پیشگامان تدوین و انتشار بیانیه ملی، به ویژه حماسه سازان غیرتمند و سربلند لیون و نیویورک که بر سر این دو بزنگاه بزرگ سیاسی و بین المللی درس‌های فراموشی ناپذیری به ارتجاع و استعمار دادند، و با تبریک به امضا کنندگان حال و آینده بیانیه ملی، توفیق همگی را در ترسیم هرچه روشنتر مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی آرزو می کنم. امضا کنندگان بیانیه ملی در شرایط خفقان و اختناق در داخل میهن اسیر به وظیفه ملی و میهنی خود در خارج کشور قیام کردند. به راستی که هرچه کمتر از این، اصولاً علت وجود و حضور هر مخالف و پناهنده سیاسی را در خارج کشور به زیر سؤال می‌برد. یعنی که هم در حال و هم در آینده مردم و تاریخ ایران از ما می‌پرسند که پس چرا و به چه منظور از ایران خارج شدید؟ آیا غرض جان به در بردن و استفاده از امتیازات فرنگستان در منتهای سیه روزی مردم ایران بود، یا مبارزه پیگیر و مؤثر برای برافکندن رژیم خمینی؟ هدف حمایت از این جناح رژیم در برابر جناح دیگر بود، یا در هم کوبیدن هر دو جناح و همه دار و دسته های رژیم آخوندی؟ آخر اگر مقصود از نقل مکان به خارجه حمایت از یک جناح رژیم در برابر جناح دیگر، توجیه همکاری و همگامی با رژیم یا بخشی از آن با سرپوش دگراندیشی یا لجن پراکنی به مقاومت مسلحانه برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم و مشروعیت بخشیدن به یکی از جناح‌های آن بود، که همه اینها در داخل ایران تحصیل حاصل است و با مخالف خانی های غلیظ‌تر و گسترده تر از جانب باندهای مختلف رژیم و همه آنهایی که در جبهه استحاله و حفظ نظام قلم به قدم می زنند انجام می شود. اما جای خوشبختی است که اکنون مرزبندی ملی ایرانیان و حصار حیاتی در برابر حاکمیت آخوندی با خون 120,000 شهید راه آزادی که در برابر جوخه های تیرباران و تیرک های اعدام و بر روی تخت های شکنجه در سیاه چال ها به رژیم خمینی نگفتند رقم خورده است. بر رزم حماسی یک نسل و یک مقاومت، بر رنج و حرمان مادران و پدران داغدار و جگر سوخته از بیداد آخوندها را بازتاب می کند. پس درود بر همه کسانی که با امضای بیانیه ملی به این مرزبندی و حصار سرخ حیاتی گواهی می دهند. این قدم ارزشمند در این حال یک دفاع برحق از حریم کلمات و ارزش‌های مبارزاتی و میهنی است که خمینی دجال و بازماندگانش به لوس کردن و تحریف آنها کمر بستند.
بیانیه ملی که توسط اعضای شورای ملی مقاومت ایران، سازمانهای سیاسی، انجمنهای متخصصین و فارغ التحصیلان، انجمنهای زنان، انجمنهای ورزشی و فرهنگی، انجمنهای مدافع حقوق بشر، جوامع مختلف ایرانیان و شخصیت‌های مبارز ملی و انقلابی امضا شده است و هنوز هم امضای آن ادامه دارد، با رأی‌گیری مکتوب از اعضای شورا توسط پارلمان مقاومت به تصویب رسید و از این پس عیناً مصوبه شورای ملی مقاومت ایران محسوب می‌شود. در بیانیه ملی نکته کلیدی و اصلی پاسخ به این سؤال مقدر و جدی است که آیا اصولاً مبارزه مردم ایران در برابر استبداد خونریز مذهبی مرزبندی و خط قرمز عبور ناپذیری برای حفظ حصار حیاتی خود در برابر دشمن که ملاک تشخیص و تمایز دوست از دشمن هم هست دارد یا ندارد؟ اگر کسی بگوید خیر، چنین مرزبندی و خط قرمزی وجود ندارد، پس معلوم می شود که هیچ ملاک و تمیزی بین دوست و دشمن قائل نیست. یعنی به لحاظ سیاسی وچه تمایزی با رژیم ندارد و خودش با رژیم است. در این صورت مرزهای رژیم و ضد رژیم مقشوش و مخدوش می شود و روشن نیست که تفاوت اساسی رژیم آخوندی با مخالفان واقعی آن در کجاست و مخالفان رژیم به راستی به چه چیز و کدام خط قرمز التزام دارند؟ آیا صرف ادعای مخالفت با رژیم و استفاده از عنوان پناهندگی سیاسی کافی است؟ آیا کافی است که بدون مرزبندی اساسی با تمامیت استبداد مذهبی بدور از مرزهای ایران و بدور از اختناق و مشکلات طاقت فرسای زندگی روزمره در داخل ایران در محیطهای امن و امان از دموکراسی و آزادی بیان سخن گفت؟ آخر این گونه دم زدن از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی که هیچ خرجی ندارد و دیدیم که از نویسندگان اصل ولایت فقیه تا همدستان سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی و چماقداران پیشین و گروگانگیرهای سابق و ضد امپریالیست های دو آتشهی که در آن سالها به آزادی خواهی ما و مقابله میلیشیای مردمی با چماقداران 1001 ایراد می گرفتند، همین که پایشان به خارج رسید به دموکرات ها و آزادی خواهان سینه چاق تبدیل شدند، سهل است با عتاب و خطاب بسیار طلبکار ما هم شدند که چرا آنطور که آنها می‌خواهند دموکرات و اهل مفاهمه و مذاکره و رابطه با رژیم نیستیم و دموکراسی مورد نظر آنان را با مبارزه خود گفت کرده ایم. تازگی هم به موازات آقای خاتمی و در بیعت و خدمت ایشان به کشف جدیدی نائل شدند که طبق آن مجاهدین و اعضا و طرفداران شورای ملی مقاومت ایران در داخل تروریست و در خارجه چماقدار و دوقلوهای مشابه انصار حزب الله، یعنی همزادان ضد استکباری حضرات می باشند. این از کسانی که می گویند مرز عبور ناپذیری بین آنها و رژیم وجود ندارد و در پل زدن امروز با رژیم از طریق آقای خاتمی، همچنان که در پل زدن دیروز و پریروز از طریق آقایان رفسنجانی و بهشتی حرفه‌ای هستند. اما همین که لفاظی و رویکرد شیادانه سوری فرمل در پیکار آزادی را کنار بگذاریم و شی را به ضد آن بشناسیم، یعنی معیار آزادی خواهی و دموکراتیسم را در مبارزه عملی با عوامل اختناق و استبداد قرار بدهیم، آن وقت مانند اکثریت عظیم مردم ایران و همه ایرانیان آزاد و شریف
مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی را در طرد کامل رژیم و همه جناح‌های آن باز خواهیم یافت و این درست همان شاخص و خط قرمزی است که رکابداران حفظ و استحاله نظام از آن به شدت گریزانند. حال آنکه بیانیه ملی تأکید می‌کند سنت مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان و نیز حداقل شرافت اخلاقی و احساس همبستگی با مردم ستمدیده میهن حکم میکند که عمال این رژیم و همدستانشان را به نحوی قاطع تحریم کرد و در انزوای کامل قرار داد. در بیانیه ملی تصریح شده است هر کس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند، اما بهانه کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناح‌های درونی آن را خیانت به مصالح ملت می‌دانیم. یعنی که می‌تواند با دست باز و آری از هر گونه محضور سر تا پای مقاومت یا مجاهدین و تمامی افراد و سیاست‌ها و برنامه‌ها و تشکیلات و استراتژی و ایدئولوژی آنها را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد و اگر در جواب قانع نشد در انتقاد خود پافشاری کند. اما از این رهگذر به کیسه دشمن ریختن و آن را مستمسک مخدوش کردن مرزبندی با رژیم قرار دادن یا مشروعیت خریدن برای آخوند خاتمی و شرکا خیانت به مصالح و آزادی و حاکمیت ملت ایران است. این حرف کلی بافی و ادعای بی پایه و بی هزینه نیست. حرف مقاومتی است که دو دهه است بیش از هر جریان دیگری در تاریخ معاصر ایران دشنام و ناسزا خورده است. مقاومتی که جز در مورد شیخ و شاه دشمنان اصلی مردم ایران و ایادی آنها هیچگاه و در هیچ موردی حتی یک مورد با هیچ جریان و حزب و سازمان و گروه و محفل و هیچ فردی شروع کننده دعوا و مجادله سیاسی نبوده است. واکنش ها و پاسخگویی های سیاسی ما به ازدادمان تماماً با صبر و تأخیر بسیار و پس از اتمام حجت کافی صورت گرفته است. مجموعه انتشارات و روزنامه ها و گفتارهای رادیو تلویزیونی و روزخوانی های رژیم خمینی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی را در نظر بگیرید. لجن پراکنی های نمازهای جمعه و دعاوی شکنجهگران و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دادستان های ارتجا و سخنرانی های منتشر شده خمینی و سخنرانی های مجلس ارتجا و همچنین نوشته ها و نشریات و گفتارها و موضع‌گیری های متحدان و پشتیبانان و عوامل رژیم در داخل و خارج کشور و در سطح بین المللی و در منطقه خاورمیانه را در همین خصوص طی این دو دهه بر آنها بیفزایید. مجموعه نشریات و اطلاعیه ها و موضع‌گیری های ازداد مقاومت و مجاهدین هم از جریان ها و گروه ها و محافل و افراد میانه باز و چپنما و ملیگرا و بقایا و دنباله‌های شاه و شیخ از 30 خرداد سال 60 تا امروز را هم اضافه کنید. آنگاه انبارهای بسیار بزرگ و شگفت‌انگیزی را در برابر خود خواهید یافت که فی‌الواقع در تاریخ انقلابات بی‌نظیر است و در این حال پیچیدگی مبارزه رهایی بخش انقلابی در برابر مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران و رژیم دجالی مانند خمینی را گواهی می‌دهد.
رژیمی که اکثریت قریب به اتفاق مدعیان خود را به استثنای مقاومت ما پاک منهدم و مزمحل و آلوده نموده، یا آنها را به درجات مختلف به همکاری و همخطی و سازش و تسلیم کشانده است. چنین است که در این سالیان هر جریان یا گروه و فردی که در برابر دشمن به زانو در آمد، به طرق مختلف بخت خود را علیه ما آزمود و گمان نمی کنم که هیچ یک از آنان چیزی در رابطه با شورای ملی مقاومت ایران و علل خصوص مجاهدین فروگذار کرده باشد. و این تازه شمعی از حمله و هجوم‌های سیاسی و تبلیغاتی است که در این دو دهه در کنار چماق و داغ و درفش و شکنجه و اعدام و حملات تروریستی و نظامی و تهاجمات موشکی لاینقطع بر سر و روی مجاهدین باریده است. بنابراین مسئله این نیست که کسی به ما انتقاد داشته باشد، اما از اینکه جواب بدهیم یا ندهیم، اما از اینکه جواب قانع کننده باشد یا نباشد، و اما از اینکه در مواردی که انتقاد برحق و وارد است بتوانیم یا نتوانیم خود را تصحیح کنیم. چون که در این 20 سال که 17 سال و نیم آن به مبارزه مسلحانه گذشته، کار بسا از انتقاد فراتر رفته است. یعنی مسئله واقعی نه انتقاد و ایراد، بلکه خزیدن زیر قبا و مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا رفتن به جوال یکی از جناح‌های آن به بهانه انتقاد است. اما درست در همین نقطه که حقیقت مثل روز روشن می شود، کسانی که در برابر این حقیقت افشا و رسوا می شوند و در پنهان ماندن آن منافع بسیار دارند، فغان و فریاد بر می دارند که شورا و مخصوصا مجاهدین می گویند هر که با ما نیست بر ماست. در تمام 17 سال گذشته چنین بوده است. از روزی که آن نشریه قشر میانه در سالهای 61 و 62 با پول معل واسطه از ما بهتران علیه مجاهدین و شورا تغییر جهت داد، تا همین امروز هیچ فرد و گروه و میان باز و استحاله شده در رژیم یا یکی از جناح‌های آن نیست که علیه ما سفسطه هر که با ما نیست بر ماست را چماق نکرده باشد. حال آنکه اصل موضوع همان مرزبندی ملی ایرانیان و خط قرمز آزادی و استقلال ایران بوده و می باشد که راه بند ورطه خیانت است. بر این اساس حقیقت امر این است که هر که با شیخ و شاه نیست با ماست. آگاهان سیاسی می دانند که ناسزاگویی به مجاهدین نخستین شرط نزدیکی به رژیم و برخورداری از اعتماد آن در هر رابطه داخلی و بین المللی و کسب امتیازات و تسهیلات مورد نظر بوده و می باشد. یعنی از روزی که بهشتی با جریان موسوم به اکثریت قرارداد کرد که شرط قبول توبه آنها مرزبندی با مجاهدین است، تا معامله کلت و کیک در رسوایی ایران گیت که رژیم موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا علیه مجاهدین را شرط معامله قرار داده بود، تا همین امروز که پیش شرط معاملات کثیف خاتمی با همه افراد و گروه‌های ایرانی و غیر ایرانی و نیز وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه انگلیس فاصله گرفتن از مجاهدین و شورای ملی مقاومت و محکوم کردن آنهاست، هیچ کس در پهنه سیاست عملی و نه مباحث صرفا نظری و روشنفکری فی سبیل الله علیه سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش و شورای ملی مقاومت ایران
موضع‌گیری سیاسی و لجن پراکنی نکرده است. با این تفاوت که در عالم تعادل قوا دولت‌های قدرتمند ابتدا امتیاز مورد نظر را دریافت می‌کنند، مثلا ندامت خاتمی از گروگانگیری یا عقب نشینی از اجرای حکم سلمان رشدی، اما گروه‌ها و نفرات یک لاقبای سیاسی ابتدا تمامی هویت خود را می‌فروشند و در رژیم یا یکی از جناح‌های آن استحاله می‌شوند و سپس خط مربوطه را علیه مجاهدین و مقاومت ایران پیش می‌برند. به این ترتیب یک مغالطه شیادانه دیگر هم روشن می‌شود، آنجا که از داد مقاومت پیش دستانه از ناسزاگویی و بچسب زنی مجاهدین فغان و فریاد برمی‌دارند. به این وسیله هم حرکت مدعی در راستای خمینی و رژیم آخوندی تحت شعاع قرار می‌گیرد و هم بدهکار در جای طلبکار می‌نشیند و دو قرط و نیمش هم باقی است. حال آنکه هر وجدان منصف و هر محکمه بی‌طرفی که به قضاوت بنشیند به سادگی و به روشنی در خواهد یافت که حجم پاسخگویی های ضروری مقاومت ایران که اغلب با تأنی و تأخیر بسیار همراه است غیر قابل قیاس با تاخت و تاز مدعی است. وانگهی دست مدعی در جعل و تحریف و رذیلت الى غیر النهایه تا تهمت به آتش کشیدن خانه کعبه و کشتار کردها در کرکوک و سلیمانیه و فروش خون آلوده در فرانسه باز است. حال آنکه پاسخگویی و روشنگری ما در منتهای مراعات و دست بستگی و به تمام و کمال بر اساس فاکت‌های دقیق و مستند و اطلاعات موثق یا جهتگیری و عملکرد سیاسی مشخص صورت گرفته است. مرزبندی سیاسی در برابر تمامیت رژیم‌های شیخ و شاه، جان کلام و همان خط قرمز آزادی و استقلال ایران و حصار حیاتی شورای ملی مقاومت ایران است. این شورا در 30 تیر 1360 بر پایه نه شاه نه شیخ برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار حاکمیت مردم از طریق انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی تشکیل شده است. تمامی سرمایه و افتخار سیاسی این شورا در 18 سال فعالیتش را در یک کلام میتوان در ایستادگی و استواری و سرسختی بر سر همین خط قرمز و نگاهبانی و دفاع فعال در قبال آن خلاصه نمود. در آیین‌نامه داخلی شورا نیز تصریح شده است که نقض موارد التزام به ویژه نقض مرزبندی‌های سیاسی با رژیم شاه و رژیم خمینی به اخراج عضو متخلف از شورا منجر می‌شود. التزام نسبت به این مرزبندی اساسی نه یک امر نظری و نه یک سلیقه و اسلوب فردی یا گروهی، بلکه مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت شاه و شیخ و لذا یک فرقان و ملاک تمیز و تشخیص سیاسی است که بدون آن می باید همه با هم در جوال شاه یا شیخ استحاله شویم. از این رو از آغاز در برابر کسانی که در داخل و خارج این شورا خواهان ائتلاف وسیع یا ائتلاف بزرگ یا گسترش فراگیر شورا بودند می گفتیم که اگر ائتلاف بر پایه نه شاه نه شیخ را که خط قرمز آزادی و استقلال است می پذیرید، ای به چشم و بر روی چشم من. اما اگر منظور مخدوش کردن مرزبندی ملی ایرانیان و فرو ریختن حصار حیاتی برای آزادی و استقلال است، هرگز و به هیچ قیمت، حتی اگر رگ گردنمان را هم بزنند، امکان پذیر نیست.
مقاومت ایران از لحاظ مالی نیز کاملا مستقل و بر روی پای خود و خلق محبوبش استوار است. می توانید مطمئن باشید که نه در نیویورک و نه در لیون و نه در هیچ کجای دیگر هیچ دولت یا مؤسسه و سازمان خارجی به اندازه یک دلار، یک فرانک، یک دینار و حتی یک ریال نیز به ایرانیان و مقاومت ایران کمکی نکرده است. افسوس که هرگز نمیتوانید بفهمید ملتی که 120,000 برای آزادی از رشیدترین و آگاهترین و پاکیزترین فرزندانش مایه میگذارد هزینه های مقاومتش را هم میتواند تأمین کند. شما که به دلیل سوابق جاسوسی و لواحق خط امامی و بیعت ننگین با آخوند خاتمی این صلاحیت را ندارید، اما مقاومت ایران همیشه آمادگی دارد تمام اسناد دخل و خرج خود را در اختیار هموطنان آزاده بگذارد و هرگاه که محضوریت‌های امنیتی و اطلاعاتی مطرح نباشد تمامی آنها را منتشر خواهد کرد تا کور شود هر آن که نتواند دید. اما اصل حرف چه با شما و چه با دیگر خیانتکارانی که مخالفت با شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق را بهانه تقرب به ارتجاع خوناشام کرده اید، همان مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی است. آری، دموکراسی، آزادی و آزادی بیان مورد نظر این جماعت چیزی جز خوشرخصی برای جلادان و چیزی جز تلاش ننگین برای درهم ریختن مرزبندی ملی ایرانیان با شیخ و شاه نیست. و به همین دلیل چنان که در بیانیه ملی آمده، حملات رذیلانه آنها به جنبش مقاومت آشکارا از سوی رژیم و رسانه‌هایش مورد استناد و استقبال قرار می‌گیرد. حق اعتراض و آزادی بیان هموطنان خود را در برابر رژیم آخوندی منکرند، با مجاهدین و شورا دشمنی می‌ورزند، اما با رژیم آخوندی چاکری سیاسی پیشه می‌کنند و در معیت و بیعت با آخوند خاتمی پیشگامان فداکار مبارزه با مرتجعان و چماقداران را دو قلوهای مشابه و موازی می‌خوانند. پس تکرار می‌کنیم که ما مرزبندی قاطع با رژیم ضد بشری ولایت فقیه را عمدترین معیار برای ارزیابی ادعاهای افراد و گروه‌ها و شناسایی دوست و دشمن تلقی می‌کنیم. پس آن آزادی و آزادی بیان که این قبیل اشخاص و جماعتها مدافع آن هستند، همان آزادی روباه در مرغدانی است. هرگز و هیچگاه دریای خون و خط قرمز عبور ناپذیر پیکار آزادی و همان حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان را به رسمیت نمی شناسند. به دنبال ائتلاف همه با هم و در حقیقت همه با من می گردند. چنین است که هیچ کدام از آنها در عرض دو دهه نه فقط هیچ کار و مبارزه جدی علیه رژیم آخوندی انجام ندادند، بلکه دقیقاً در خدمت آن یا به موازات و همسوی آن علیه مقاومت میهنی و انقلابی گام برداشتند. چنین است که هرگز و هیچگاه مجری فرمایشات خود نیستند و پیوسته اجرای آن را بر عهده سایرین می‌گذارند و از دیگران بستانکاری می‌کنند، چون همیشه بایستی ایراد بگیرند. آخر در زمره یقه سفیدان معتقدند که
به تمام و کمال برای رهبری کردن دیگران ساخته شدند و هرگز نباید از خود ایشان انتظار عملی کردن ایده هایشان را داشت. کما اینکه اگر لاتائلات آنها محقق نشده و نتوانستند در تمام این سالیان حتی به اندازه تعداد انگشتان دست هم که شده نفراتی را گرد افکار و ایده های خود سازمان بدهند و یک کار جدی بکنند، باز هم تقصیر از شورا و مجاهدین است. حقیقت این است که هم اندیشه و هم عمل آنها در بوته آزمایش 20 ساله مهر ابطال خورده است. هیچ آینده‌ای ندارند و درست به همین دلیل از فرط درماندگی خود را به رژیم یا جناحی از آن قلاب می کنند. در یک کلام، مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی به ضرورت و حتمیت سرنگونی این رژیم با همه دار و دسته های جنایتکارش راه می برد. شورای ملی مقاومت ایران از اول تا به حال همین را خواسته و گفته و عمل کرده است. اما افراد و جماعاتی که خواستار سرنگونی این رژیم در تمامیتش نبوده و نیستند و اصولاً مادون این بودند که چنین چیزی را بخواهند یا حتی شعارش را بدهند، چه رسد به اجرا و انجام آن، پیوسته به دنبال پیدا کردن مشترکات خود با رژیم ارتجاعی یا بخشهایی از آن هستند. از این روز که اکنون بر ترک خاتمی جای گرفته و بی امان برای توجیه مواضع خیانتبار خود به مقاومت و مرزبندی های آن می تازند. خاتمی اما به قول خودش به تقدیس قانون اساسی ولایت فقیه اشتغال دارند. 10 آذر و مدعی است که به صورت تدریجی و مسالمت‌آمیز می خواهد جامعه مدنی بیاورد، به شرط اینکه معاندین نظام نیز تدریجاً در داخل نظام استحاله شده و آن را از خطر سرنگونی برهانند. در مقابل بیانیه ملی تأکید می کند که ما افشای مانورهای فریبکارانه جناحی را که پشت گرم به حمایت خارجی است و هدفی جز تداوم سلطه نکبتبار حکومت آخوندی ندارد، وظیفه روزمره همه ایرانیان شریف می دانیم. ما سوگند خورده ایم تا به هر قیمت دست دشخیمان قاصب را از این میهن کوتاه کنیم. اراده قاطع و تزلزل ناپذیر مردم ایران بر این مهم تعلق گرفته است. مقاومتی که بر پای شعارهای مرگ بر ارتجاع و مرگ بر خمینی و صلح و آزادی با دریای خون ایستادگی کرد، باز هم تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون پیکار می کند تا با سرنگونی استبداد خونریز مذهبی آزادی و حاکمیت مردم برقرار شود. دقیقا در همین راستا طرد کامل رژیم آخوندی را مرز متمایز و خط قرمز پیکار آزادی می دانیم و بر مرزبندی ملی ایرانیان در برابر دیکتاتوری نامشروع مذهبی و تروریستی پای می فشاریم. آینده از آن ملت ایران و ارتش آزادی است. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رفسنجانی، مرگ بر خاتمی، زنده باد رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت 19 آذر 1377.